اصطلاح بعدی to tear your hair out. To tear your hair out. Tear your hair out یعنی موهاتو بکشی پاره بکنی. خب این حالت spoken استفاده میکنن وقتی که دارید حرف میزنید، چون نوشتن نمیگن. Pull your hair out، موهاتو بکشی. برای چی؟ چه وقتی این کارو میکنی؟ وقتی to be extremely worried or upset at something، نگران یا ناراحت از یه چیزی باشی. خب I got my new tax bill and decided I could tear my hair or move. So I decided to sell and move. مالیاتی که گرفتم نگاه کردم بودم یا میتونم حسابی ناراحت بشم و وری باشم و اینا، یا میکسم از اینجا برم. انگار این ایالت یا جایی که بوده مالیات زیاد میگرفتن. So I decided to move. تصمیم گرفتم که So I've decided to sell and move. روزا تصمیم گرفتم بفروشم چیزامو برم. یه مثال دیگه، Companies are pulling their hair out trying to decide how to deal with these new regulations. Oh. They're extremely worried and upset by این regulation ها. اجازهی که گذاشتن کمپانی ها ناراحت هم میگن چی جوری ما باستیم با این regulation ها سر کله بزنیم. کارشون انگار مشکل میشه، باستیم یک کارهایی بکنن. این یه اصطلاح، اینو زیاد استفاده نمیکنن. The hair of the dog that bit you. The hair of the dog that bit you. موی سگی که گازت گرفت. این الکهال، این alcoholic drink taken to make you feel better after drinking too much alcohol the night before. خب شب زیادی خوردی، الکل خوردی و اینا، هنگوور داری فرداش. این الکل یه دونه مشروب میزنه، مثلا میگه کله صبح بعضیا میزنن که اون هنگوورش رو از بین ببره. مثالی که زده، Paul offered me the hair of the dog but I couldn't stand the thought of drinking anymore. اون دیره این که به هم آفر کرد، پیشنهاد کرد، ولی من دیگه اصلا فکرش هم نمیتونستم بکنم که حالا من به هم میزد، فکرش رو میکردم، اصلا نمیتونستم فکرش هم بکنم. این میگه اوریجینش هم based on the idea that if you were bitten by a crazy dog the injury would heal if hair from the dog were put on it. این خرافات مرافات بود که یه سگی که دست تو گاز میگیره موشو ورداری بذاری روی جایی که گاز گرفته زود بهتر میشه. خب